به نظرتون چه فیلمی میتونه جایگزین سریال گیم آف ترونز باشه؟ نظرتون رو کامنت کنید. این فیلم ها هر کدوم به نوبه خودشون ترکیبی از درام تاریخی، جنگ های حماسی و قدرت طلبی رو به تصویر میکشن که میتونه برای طرفدارای سریال بازی تاج و تخت جذاب باشه. با من همراه باشید که 5 تا از بهتریناش رو بهتون معرفی کنم. فیلم شماره 5، مدیوال. کارگردان این فیلم پیتر یاکل. خلاصه این فیلم درباره یه جنگجوی چک یا ژیشکا هستش که توی دوران قرون وسطا به یکی از معروفترین فرماندهان نظامی تبدیل میشه. قرون وسطا ترکیبی از جنگهای حماسی و درام سیاسی هستش که علاقمندان به سریال بازی تاج و تخت رو جذب میکنه. شماره 4، The King. کارگردان این فیلم دیوید میشت هستش. این فیلم روایتگر داستان هنری پنجم پادشاه انگلستان است که به ناچار تاج و تخت رو به ارث میبره و باید با جنگ‌های خونین و پیچیدگی‌های سیاسی دست و پنجه نرم کنه. این پادشاه فضای تاریک و پیچیده‌ای داره که از جهاتی میشه گفت شبیه به بازی تاج و تخت است. فیلم شماره 3، پادشاه یاغی یا Outlaw King. دیوید مکنزی کارگردان این فیلمه. در واقع این فیلم داستان رابرت بروس، یکی از معروفترین شخصیت‌های تاریخ اسکاتلند رو روایت می‌کنه که برای به دست آوردن تاج و تخت استقلال کشورش در برابر انگلستان مبارزه می‌کنه. این فیلم دارای صحنه‌های نبرد حماسی و درام تاریخی هم هست. سریال شماره 2، The Last Duel یا آخرین دوئل. کارگردان این فیلم ریدلی اسکات هستش. این فیلم بر اساس رویدادهای واقعی از قرون وسطا ساخته شده و داستان آخرین دوئل قانونی در فرانسه رو روایت میکنه. مثل بازی تاج و تخت، فیلم به توطئه‌های سیاسی و قدرت‌های خانوادگی میپردازه. و اما آخرین سریال، The Northman یا مرد شمالی. کارگردان این فیلم رابرت ایگرز. این فیلم درام حماسی و تاریخی بر اساس یک افسانه نوردیک هست. حالا افسانه نوردیک به اسطوره‌های مردمان جرمنی شمال و کشورهای اسکاندیناوی میپردازه. داستان این فیلم درباره یک شاهزاده وایکینگ هست که به دنبال انتقام مرگ پدرشه. فیلم مرد شمالی همون فضای تاریک خشونت آمیز و انتقام جویانه ای هستش که توی سریال بازی تاج و تخت میتونید ببینید. خب رفقا، اینم از 5 فیلم تاریخی با عناصر فانتزی و درام که شبیه به سریال بازی تاج و تخت هستن که توی 5 سال اخیر ساخته شدن. اگه از ویدیو خوشت اومده لایک کن، اگه خوشت هم نیومده لایک کن که به من انرژی بدی. آره دیگه.